همینجوری به این عنوان که بگیم این برشی بود از زندگی این توجیح در فیلمهای اون دوره به اصطلاح سینمای هنر و تجربه خودمون هم خیلی فراوون بود قابل پذیرش نیست یکی از فیلم های خیلی مورد انتظار و کنجکاوی برانگیز توی بخش مسابقه اصلی فستیوال کن امسال 2024 فیلم برد ساخته آندرا آرنولد بود فیلمی که در یه منطقه در جنوب شرقی انگلستان منطقه معروف کنت در شمال کنت میگذره که اگر این رسم جشنواره کن که زیرنویس انگلیسی برای اغلب فیلم های انگلیسی زبان هم در کنار زیرنویس فرانسه برای مخاطبان خودشون میذارن نبود اگر این رسم نبود واقعا من شخصا مثلا کمتر از نصف دیالوگ های فیلم و با توجه به اون لحجه عجیب بومی اون منطقه انگلستان متوجه میشدم گری که به حال همه در سال اخیر با بازیش در فیلم سالت برن به یاد میارین و همچنان من فکر میکنم که کشفش در ابعاد بین المللی و جهانی در فیلم بنشیز اف اینیشرین آقای مارتین مکدانا ارواح اینیشرین خیلی اتفاق مهمی بود اینجا نقش پدر یک خانواده نمیشه به لحاظ عاطفی گفت از هم گسیخته اما از این جهت که به هر همسرش با کس دیگه زندگی میکنه جدا شدن خودش در آستانه ازدواج جدیدیه و بچه ها به طور پراکنده پیش او و همسر هستن یکیشون هم جداگانه خودش گاهی پرسه میزنه و اینها میشود گفت یک خانواده از هم گسیخته ولی در این حال از نظر عاطفی خیلی سعی میکنه که این بچه ها رو کنار هم نگه داره و تأکید میکنه روی مسائل انسانی و عاطفی و اخلاقی و در این حال آدمی است که زندگی آزادانه خودشو داره با شلوغ بازی ها و پارتی کردن ها و کاراوک موزیک خوندن و حتی تلاشش برای جمع و جور کردن یک گروه کوچک موسیقی اما او شخصیت اصلی فیلم نیست شخصیت اصلی فیلم دختری است که مثل همسر سابقش تیره پوسته و بچه بسیار حساس و خاص و باهوشیه به دلیل اینکه با برادرش و جمع و گنگ پسرهای محله و منطقه کلا فراتر و بزرگتر از محله میگرده یه مقداری انگار که دختران گیش رو از یاد برده در حالی که در طول پروسه فیلم که یه جوری مثل خیلی از فیلمهای این سالها درباره تینیجرها ها فیلم های حالا معمولا متمایل به سینمای مستقل و اینها درباره رشد این شخصیته این هم بچه هم یه مقداری به کاراکتر بیلی هم یه مقداری به خودشناسی جدیدی دوباره میرسه و انگار که با دختر بودنش بیشتر آشتی میکنه در این حال اسم برد قابل ترجمه نیست به دلیل اینکه حالا خیلی دوستان مینویسم مینویسم پرنده ولی خب اسم شخصیتی که ویژگی های پرندواری داره و این دختر بیلی باهاش آشنا میشه خود اسم کوچیکش هم برده مجموع اینها فیلمی رو خلق میکنه که بیش از همه در کارنامه آندر آرنولد یادآور فیلم فیشتنگ اوست من که اون مستندش که خیلی در همین کن تحسین شد و جایزه گرفت کارو رو گاو رو که اصلا نفهمیدم نفهمیدم که استنادی است به چی فیلم درباره چیه مکس بر چیه و باز تاکید میکنم مثل خیلی از ویدیوهای دیگه معذرت میخوام که مسئله اینی که کسالت بار بود و اینها نیست مسئله اینی که با اون مکس بر سکون و سکوت چه دستاوردی ایجاد میکنی از اون مقطعی که در سینمای مدرن اروپای دهه 1960 افرادی مثل میکلانجلو آنتونیونی بر سکوت فضاهای خالی کسوفی که در انتهای فیلم کسوف آنتونیونی رخ میده اما اشاقی که اونجا قرار گذاشتن اشاق تازه یعنی قرار اوشاق بشن که آلن دلون و مونیکا ویتی بازیش میکنن در اون محل قرار حاضر نمیشن و دوربین اون فضاهای خالی رو نشون میده اونجا در اون نگرش در اون کاری که با فضای خالی با اون عبارتی که جفری ناول اسمیت به عنوان تیتر مطلبش درباره فیلم ماجرای آنتونیونی به گمانم مجید اسلامی انتخاب کرده بود چون تیترها میدونید در ترجمه الزامن اولا همه ریویو های انگلیسی و فرانسه زبان تیتر ندارن و صدای کفتره خیلی قشنگه ولی خب یه مخل زبط ماست و انگار بیچاره شنید و ساکت شدی ها لزوما تیتر ندارن و خیلی اوقات هم که تیتر داشته باشن تیترشون در فارسی ممکنه ترکیب خوبی نسازه بنابراین اساسا تیتر مطالب ترجمه ای خیلی اوقات در زبان سورس نیست در زبان تارگت مشخص میشه مجید اسلامی به گمانم این تیتر رو گذاشته بود که خیلی توصیف مهمیه و الان به بحث ما کمک میکنه درباره فیلم ماجرای آنتونیونی برای ریویو یاد داشته جفری ناول سمیت ناگهان هیچ اتفاقی نیفتاد این انتخاب رخ ندادن وقایع یا به حاصل نرسیدن جستجوی شخصیت‌ها در سینمای مدرن اروپا یک کارکردی داشت که جایگزین روایت پرفراز و فرود در درام کلاسیک قصه‌گوی سینمای آمریکا می‌شد. این اتفاق همینجوری به این عنوان که بگیم این برشی بود از زندگی که میدونید این توجیه در فیلم اون دوره به اصطلاح سینمای هنر و تجربه خودمون هم خیلی فراوون بود قابل پذیرش نیست یعنی اون, اون برشی که از زندگی شخصیت نمایش میدی چه برشیه چه مقاطعی از زندگیش و رشدش و فراز و فرودای درونیش و مسائل ذهنی و حسیش رو منتقل میکنه شخصیت اصلی فیلم برد همچین مراحل رو طی میکنه گفتم به یک نوع آشتی با عواطف یا گذر کردن از اون خشم و زودرنجی و واکنش سریع نشون دادن دوره بلوغ شاید حتی منجر میشه با این همراه اما نمیشود گفت که در همه مراحل در مثلا فیلمی مثل همون کاو که آندرا آلنور بیشتر از همه برای اون ستایش شده میشه پذیرفت که هر سکون و سکوتی حتما در بردارنده اهدافی است و به یک فرجامی در روایت سینمایی میرسه به من اون فیلمش رو نفهمیدم اهمیت اون فیلم کوتاهش وسب رو که خیلی باعث شهرت شد در شروع کارنامهش سومین فیلم کوتاهش بود اهمیت اون رو درک می کنم ولی اینکه تو بخوای همون شیوه رو در فیلم های بلند بست بدی الزامن با ساختار یک فیلم بلند که حالا زمان خیلی کوتاهی هم نداره یعنی منظورم که فیلم بلند بلندیه جور در نمیاد و یه مقداری اینجا این پرسه زدنهای شخصیت اصلی یادآور اون فیلم فیشتن که با وجود این که اجرا ور بین خیال و واقعیت که فقط از طریق خود اون شخصیت برد وارد فضای درام میشه اینها خیلی جذاب اتفاق افتادن اما در نهایت میشود گفت که یه فیلم کوچکی است که خوب ساخته شده و لزوما در این ابعاد که بگیم جایگاه ویژه‌ای توی بخش مسابقه فستیوال کن میتونسته داشته باشه نمیگنجه